حاجی زاده روزنامه‌نگار اقتصادی که از لاربک نروژ همراه ما هستن. بسیاری رسانه‌ها این افزایش قیمت ارز و طلا و همینطور ثبت رکوردهای جدید رو خانم حاجی زاده یک روز بعد از شکست انتخابات دستوری خامنه‌ای ناشی از عوامل سیاسی ارزیابی می‌کنن. در این مورد چطور باید تحلیل کرد؟ ببینید، از یکی دو ماه گذشته هشدارهای خیلی مکرری در مورد این وضعیت داده شده بود که خب در کنار عوامل بنیادی مختلفی مثل کسری بودجه، وضعیت انتظارات تورمی و غیره، این برآوردها وجود داشت که حالا با توجه به اینکه نزدیک به انتخابات نمایشی و فرمایشی جمهوری اسلامی بودیم، دولت و مشخصا بانک مرکزی ورود کردن با همون سبک و سیاق همیشگی، با ارزپاشی، قیمتگذاری دستوری، روش‌های پلیسی برای کنترل بازار، تا این فنر قیمت رو در واقع ممانعت کنن از آزاد شدن فنر قیمت ارز در بازار. و خب امروز بعد از یک روز در واقع بعد از برگزاری همون به اصطلاح انتخابات، می‌بینیم که نشانه‌های اولیه در رابطه با در رفتن این فنری که خب تلاش کرده بودن اون رو به صورت دستوری کنترل کنن در بازار مشاهده شد. همونطور که شما اشاره کردید، قیمت از مرز 60,000 تومان عبور کرد که یک رکورد بسیار جدیدی رو بر جا گذاشته. کما اینکه فارغ از صرافی ها، خیلی از رسانه ها و خبرگزاری ها هم میبینیم که در انتشار اخبار مربوط به وضعیت قیمت دلار امروز در بازار از بیان عدد خودداری میکنن. این نشون دهنده وضعیت امنیتی هست که امروز بر بازار ارز روبرو شده، در واقع القا شده. و اینکه قاعدتا نمیشه پیش بینی کرد که این روش های دستوری که خب بارها ما به طور ممتاز شاهدش بودیم در گذشته که ورود میکنن به صورت امنیتی، بتونه با این سرکوب قیمت ها بتونه کنترل کنه و تأثیری بذاره بر کاهش قیمت. و خب این فنر اونطور که همونطور که عرض کردم نشانه های اولیه برای در رفتنش دیده میشه در بازار. خانم حاجی زاده، هر باری که شاهد روند صعودی قیمت ها بودیم، چه در بازار ارز و طلا چه در بازار اقلام خوراکی ها، برخورد اولی که صورت گرفت از سوی حکومت برخورد امنیتی بوده. چقدر این نوع در واقع برخورد ها، این برخورد امنیتی میتونه کنترل کنه قیمت ارز رو الان در حال حاضر؟ همونطور که عرض کردم خدمتتون، خب پیشتر هم بارها و بارها این روش تکرار شده بود، دولت ها یک به یک از همین روش ها استفاده کردن، ولی خب نتیجه اون رو ما از ارز 900 تومانی تا امروز که ارز 60,000 تومانی داریم میبینیم. هیچ وقت منتج به نتیجه نشده، کما اینکه در کنار کنترل دستوری یا سرکوب قیمتی که همش به طور مداوم تلاش شده این رو اعمال بکنن، ما میبینیم که در دولت جدید مشخصا روش های دیگری هم اعمال کردن که شکست خورده، اما اصرار دارن اون رو تکرار کنن. مثل همین که بانک مرکزی مجددا اعلام کرده برای کنترل قیمت ارز میخواد سکه هایی رو در مرکز مبادله عرضه بکنه. یعنی علاوه بر این که نمیتونه بازار رو کنترل بکنه با این ادعا که با این سکه ها بتونه این رو تغییری در نرخ ارز ایجاد بکنه، عملا داره ذخایر طلای کشور رو هم حراج میکنه. در حال حاضر با توجه به همه این عوامل بنیادی، حالا از وضعیت در رفتن فنر تا همه اون عوامل بنیادی که خدمتتون عرض کردم به قوت خودش باقی هست، تحلیل های تکنیکال هم نشون میده که ما در همین هفته های پایانی سال و ماهای نخست سال جاری باید منتظر یک تلورانس شاید 2,000 تومانی در رشد نرخ دلار باشیم. و در کنار اون ما سال آینده با توجه بودجه سال آینده یک مثلث تورم، مالیات ستانی و رکود داریم که همه اینها اون انتظارات تورمی و به تبع اون تأثیرش بر رشد قیمت دلار رو ایجاد میکنه، که خب این شبهه رو ایجاد میکنه که این روند میتونه صعودی به صورت صعودی ادامه پیدا کنه. مولود حاجی زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از لاربک نروژ، خیلی ممنونم از توضیحاتتون.